دوستان خدمتتون عرض ادب و ارادت میکنم، امیدوارم که در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و آرزوی تندرستی براتون میکنم. دوشنبه امروز از بامداد امروز اخباری در وبسایت های مختلف فضای مجازی و اطلاعیه سازمان لیگ به بیرون درس کرد که آقا پرسپولیس نمیتونه بازیکن خارجی بگیره، یعنی دو تا سهمیهش سوخته. اینو کی به باشگاه پرسپولیس اعلام کردن؟ 20 تیر. الان کیه؟ الان دیگه ما داریم به روزهای پایانی مرداد نزدیک میشیم. باشگاه پرسپولیس روز گذشته بیانیه‌ای صادر کرد که منتظر تصمیم کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال برای اینکه آیا میتونن دو تا سهمیه خارجی بگیرن، به خاطر حالا من به دفعات هم گفتم به خاطر کمتر بازی کرده هرانوک و باهویی در فصل گذشته که به 60% نرسیده بود و گفته بودن که آقا ما مستندات مدارک پزشکی رو ارائه کردیم و هیچ مسئله ای نیست. اما سازمان لیگ امروز اعلام کرده آقا ما 20 تیر بهتون گفتیم، با روح و روان هوادارتون بازی نکنید و خدمتتون عرض بکنم شما به دلایلی که ما داریم میگیم دو تا بازیکنتون که زیر 60% بازیکن، دو تا بازیکن دو تا سهمیتون 6 تا رو نمیتونید بگیرید. من یه سوال از آقای درویش دارم و اون دوستانی که ازشون حمایت میکنم، اون خبرنگارانی که هی میگن آقا وایسید دارن انجام میدن اون کارو میکنن. آقای درویش اگه شما با یحیی عطی‌الله قرارداد میبستید و ثبت نمیشد چون فدراسیون فوتبال بهتون گفته بود، چه گلی میخواستی سر خودتون بگیری؟ آقا یحیی عطی‌الله اصلا مشکلی نداشت، میومد هفته قبل میبست. آیا شما این قرارداد این بازیکن رو میتونستید ثبت بکنید؟ قطعا نمیتونستید ثبت بکنید. خب این بازیکن تمام کمال پولش رو داشت میگرفت. بعد اینه که شما میرید مذاکره میکنید منم با فلان بازیکن بستیم، با ناگی بستیم، با اون میخوام بریم این کارو بکنیم. آقا شما بازیکن نمیتونی بگی عبدالکریم مثلا مدافع چپتونم راحت و بدون دردسر دادید باشگاه البکره قطر. آقای درویش این خیانت، این ننگ، این خیانت تا ابد روی پیشونی شما و دوستانتون خواهد ماند. هواداران پرسپولیس فقط ببینید که چه مدیر عاملی در باشگاه پرسپولیس داره کار میکنه که عین ریگ داره دروغ میگه. بازم یه سری از دوستان میان توی کامنت هاشون به بنده و افراد دیگه ای که داریم حقایق رو میگیم فوش و ناسزا میگن. این نمونش اینه دیگه، ما دروغ میگفتیم، ماها داشتیم شانتاج میکردیم، این آقا این سازمان لیگ، این فدراسیون فوتباله. بعد امروز اومدن میگن که نه این نامه‌ای که به ما دادن قبل از اعتراض ما بوده. بابا شما یه روده راست تو شکمتون نیست، برید ببینید استقلال چند تا بازیکن گرفته، سپاهان، تراکتور چیکار دارن میکنن. عملا امسال پرسپولیس دوستان عین یه بره که انداختنش تو قفس گرگ و شیر و این داستانا و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. الان دفاع چپ پرسپولیس که وحید امیری با 37 سال سن میخواد یه فصل فیکس بازی کنه با این سن و سال، برای بازیکن درجه ای که خوبیه اما مصدوم نمیخواد بشه، اخطار نمیخواد بگیره، تعویض نمیخواد بشه. من نمیدونم آقای گاریدو این داستانا رو میدونست اومده قرارداد بسته یا خیلی زرنگ و حرفه‌ایه که اگه اتفاقی هم افتاد گریبان اینا رو میگیره و میگه آقا تیم خودتون بسته، به منم نمیدونستم و در نهایت، یا اینکه واقعا من نمیدونم یکی بیاد به ماها بگه داستان چیه. این بغیر اگر اسم این خیانت نیست شما به من بگید اسمش چیه؟ فقط چه اسمی روی این میذارید؟ آقای درویش، آقای مصطفی لشکری، آقای حدادی که من نمیدونم شما اصلا چند سالتونه که تو هیئت مدیره پرسپولیس اومدید. حسین شهریاری رئیس هیئت مدیره است، یک دونه مصاحبه تو این دو ماه نکرده. دوستان فردا حکم علیرضا بهرامند هم میاد، به سلامتی معلوم میشه که تو پرسپولیس بازم خیانت کردن، بازم آقای درویش میره اونجا میگه نه ما فلان کار رو کردیم، ما اینجوری کردیم. آقا یه سری خائن ریختن تو پرسپولیس، دارن تمام و کمال خیانت میکنن. امسال پرسپولیس رو شما فقط نگاه بکنید دوستان، سلاخیش کردن و شقش کردن این بازیکن. دو ماه تمام گذشته، شما یه دونه بازیکن ایرانی که بتونه تو پرسپولیس بازی کنه تو سمت چپ برید پیدا کنید، اصلا امکان نداره. رفتید باشگاه رو با 4 تا بازیکن 14 15 ساله که تو بوق و کبل بازیکنای آینده دارن، یعنی خوبین، اما تو الانی که دولگ نخبگان میخواد بازی کنه پرسپولیس، اونا میتونن بیان کار در بیارن؟ قطعا نمیتونن چون تجربه ندارن.
اون بازیکنان خوبن، بیای 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو بازیشون بدی یواش یواش برای سالهای بعد. اما الان چه کردید با پرسپولیس؟ واقعا بیاید در مزان اتهام هستید، بیاید در انظار عمومی جواب بدید، فرار رو به جلو نداشته باشید. آقای درویش یک ماه و اندی قبل بهتون اعلام کردن که نمیتونید بازیکن بگیرید، اگه بهتون اعلام کردن میرفتید بازیکن داخلی سمت چپ یا فوروارد میگرفتید. یه دونه بازیکن نیست، مهدی عبدی هم که ردش کردید رفت. چی داره تو باشگاه پرسپولیس میذاره؟ من ببینید این حرفو کی زدم، امسال پرسپولیس مگر معجزه بشه و الا اینها کاری باهاش کردن که توی لیگ برتر و لیگ قهر لیگ نخبگان حرفی برای گفتن نخواهد داشت. ببینید باید با واقعیت ها باید صحبت کرد، نمیتونیم با آمار و احتمال حرف بزنیم. تا بون دندان تیمای دیگه مثل برید استقلال به این چه بازی کنه گرفته، بهترین نقل و انتقال من فکر میکنم 10 سال اخیر رو داشته، بدونه که من بخوام عدالت و انصاف رو زیر پا بذارم. اما آقای درویش چه کرد با پرسپولیس؟ آقای درویش واقعا مطمئن باش روی آرامش نخواهیدید، به خاطر که با آسایش و با روح و روان 5 میلیون آدم بازی کردید و اون افرادی که دارن بهش مشاوره میدن شرف ندارید شما. دمتون گرم هواداران چنل سود، امیدوارم در هر کجای دنیا هستید سلامتان تندرست باشید، شب و روزتون خوش.